أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فقهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیات قرآن کریم که اولش یا ایها الذین آمنوا دارد به این معنا نیست که مضمون اون آیه مخصوص مؤمنین است، چون قرآن کریم برای هدایت همه مردم نازل شده است، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، چون که فرمود هدن للناس و کفار را هم عتاب و خطاب کرد، و اگر کافر مانند غیر کافر مکلف نبود خطاب قرآنی متوجه ایشون نمی شد، مورد عتاب نبود به مانند. سر این که در بعضی از آیات کلمه یا ایها الذین آمنو دارد آن است که مؤمنینن که از معارف قرآن و احکام قرآن بهره می برند، چه این که در اول سوره مبارکه بقره هم فرمود هدن للمتقین، با این که این قرآن هدن للناس است اما چون متقیان بهره می برند فرمود هدن للمتقین. پس اگر اجماعی هست بر اشتراک مسلمان و غیر مسلمان در احکام و اینکه کفار همونطوری که به اصول مکلفن به فروع مکلفن و یا ضرورت فقه و یا بالاتر از فقه ضرورت دین ادعا شده است، سند اون اجماع به این دعوای ضرورت همین ظواهر آیات قرآن کریم است، لذا اجماع تعبدی در کار نیست که یک سند مستقل باشد، چون ظواهر بسیار از آیات دلالت میکند که همه مردم مکلفند، چه این که آیاتی که دارد یا ایها الناس شامل همه انسانها میشود، و اگر چون که بعضی از عناوین به عنوان یا ایها الذین آمنوا خطاب به مؤمنین است، برای آن است که مؤمنین بهره میبرند نظیر هدن للمتقین، نه این که مؤمنین منحصرا مخاطب باشند. این مطلب اول که این هم درباره اولین آیه سوره مبارکه مائده که محل بحث است جا دارد، هم در آیه دوم و هم در آیه ششم که فعلا محل بحث است. مطلب دوم آن است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، خب چون غیر مؤمن اهل نماز نیست گرچه باید نماز بخواند، اذا قمتم الى الصلاه یعنی در زمانی که به طرف نماز برخاستید، گرچه مؤمن شریف است اما احکام مخصوص مؤمن نیست، برای اینکه با متن قرآن کریم مطابق نیست، آیات فراوانی دلالت دارد که خداوند برای هدایت همه انسان‌ها پیغمبر را فرستاد به کتاب نازل کرد، ذکر البشر هدن للناس و مانند. پس مطلب دوم آن است که این که فرمود اذا قمتم الى الصلاه، یعنی وقتی که میخواد اراده بکنید به طرف نماز، یا نه وقتی که قائم شدید برای نماز، مثل این که قوامت الصلاه گفتن شما برخواستید میخواید وارد نماز بشید، یا نه اون اراده است و نه این قیام برای دخول، بلکه منظور آن است که در زمانی که باید نماز اقامه کنید در این ظرف باید این شرط را فراهم بکنید، یعنی طهارت. بعضی ها مثل مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران
این آیه را نظیر همون آیه مبارکه سوره نحل دانستند که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، آیه 98 سوره نحل این است، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن نه یعنی وقتی قرآن خوندی و قرآن تمام شد، یعنی وقتی خواستی قرآن بخوانی. ادب قرائت قرآن استعاذه از شیطان است به خدا، پناه بردن به خداست از شیطنت شیطان، که این معلوم است قبل از قرائت است نه بعد از قرائت. اونجا هم اذا قمتم الی الصلاة نه یعنی بعد از قیام، یعنی وقتی خواستید قائم بشوید، همین که خواستید طرف نماز برخیزید باید این شرط فراهم بکن. مطلب سوم آن است که از این تعبیر شرطیت غسلتان و مسحتان برای صلات استفاده می شود که فرمود اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، که این غسل صورت و دو دست و همچنین مسح سر و دو پا این شرط صحت صلات است. از این گونه تعبیرها استفاده شرطیت و مقدمیت می شود. گرچه ظاهر این آیه آن است که هر وقتی خواستید نماز بخوانید باید این شرط رو تحصیل کنید که انسان متطهر باشد چه نباشد، یعنی برای هر نمازی باید وضو بگیرد، خواه وضو داشته باشد خواه نه، ولی از شرایط دیگر و از روایات و ادله دیگر استفاده می شود و از این آیه هم تا حدودی می توان استفاده کرد که منظور آیه این است که طهارت شرط صلات است، اگر نداری باید تحصیل بکنی، اگر داری باید حفظ بکنی، که با طهارت وارد نماز بشوی، نه این که برای هر نماز باید وضو بگیری، بلکه هر نمازی مشروط به طهارت است. اگر از این آیه نتوان شرطیت طهارت برای نماز استفاده کرد و ظاهر این آیه این بود که برای هر نماز وضو لازم است ولو انسان متطهر باشد، اونگاه از راه نصوص خاصه تقیید می شود، یعنی اگر کسی طهارت نداشت وضو گرفتن یا غسل کردن برو لازم است، و اگر کسی متطهر بود چون واجد شرط است دیگر نیازی نیست. حالا استحباب تجدید وضو مطلب دیگر است. مطلب بعدی آن است اصل طهارت در سوره های قبل از سوره مائده آمده است، منتها چون سوره مائده آخرین سوره است و از اون به بعد دیگر در این سلسله از مسائل و احکام آیه ای نیامده، آخرین حرف را سوره مبارکه مائده می زند، لذا وارد شده است که این آخر و ما نزل است اهل و حلاله و حر و حرامه و فانها ناسختون لیست به منسوخه و ماننده. گرچه به این تفصیل که طهارات ثلاث را یعنی وضو و غسل و تیمم بدل از اونها را یک جا ذکر بکند در غیر سوره مائده نیست، ولی اصل تحصیل طهارت برای بعضی از امور مشروط به طهارت قبلا هم نازل شده است. مثلا مس قرآن کریم که اگر کسی خواست بدنش با قرآن کریم تماس بگیرد، حالا یا قرآن را ببوسد یا دست بزند و مانند آن، این باید با طهارت باشد. نه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون تنزیل رب العالمین. این گذشته از این که یک حکم تفسیری و معرفتی دارد، یه حکم فقهی هم دارد. اون حکم فقهی است که اون قرآن را جز مطهر کسی دست نمی زند، لذا اگر کسی طاهر نبود وضو یا غسل که مغنی از وضو باشد نگرف، نمی تواند بدن خود را به هیچ آیی از آیات قرآن تماس بدهد و رو به صورت بوسیدن. بی وضو حق ندارد آیات را ببوسد.
خب این حکم قبل از سوره مبارکه مائده آمده است، اصل لزوم طهارت برای مس آیات قرآن کریم. اونگاه چگونه برای وضوء و برای سایر امور مشروط به طهارت نیامده؟ پس اصل این حکم فی الجمله آمده است، چون که قبلا در سوره مبارکه نساء هم این مسئله مطرح شد. در سوره نساء آیه 43 این است: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. در اون آیه 43 سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت این بود که فرمود شما اگر جنوبید حق ندارید نزدیک مراکز صلات یعنی مساجد بشوید مگر به عنوان رهگذر. خب پس معلوم می شود که اصل حکم طهارت برای بعضی از امور مشروط به طهارت آمده، و چگونه حکم نماز که مشروط به طهارت تا وقت نیامده و حکم ورود در مسجد که مشروط به طهارت است آمده؟ این چنین نیست. این خیلی بعید است که نماز و سایر عبادات که مشروط به طهارت است و محل ابتلای مسلمین است و روزانه باید او را انجام بدن این حکمش بیان نشده و نیامده، ولی مس قرآن کریم که مشروط به طهارت است یا ورود در مسجد و مکس در مسجد که مشروط به طهارت است یعنی طهارت از جنابت، این آمده باشد. پس اصل حکم آمده، یعنی مسلمین مسئله طهارت مائیه را داشتن، وضوع اینها را، و نمیتوان گفت که فقط دستور مبارکه مائده است. اما این تفصیلی که طهارات ثلاث را در سوره مائده بیان فرمود در جای دیگر نیست. خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، صورتتون رو غسل کنید. ظاهرش هم در مباشرت است نه تسبیب. دیگری صورت انسان را بشوید این امتثال صادق نیست، چون ظاهرش در مباشرت است، یعنی خودتون بشوید. یه بحث در ترتیب است که آیا بین این غسلتان و مسحتان ترتیب است، یعنی آیا شستن صورت مقدمه بر شستن دست است، حالا شستن دست راست مقدمه بر شستن دست چپ است، و آیا شستن ها مقدمه بر مسح کردن هاست، آیا مسح سر مقدمه بر مسح پا است، آیا مسح پای راست مقدمه بر مسح پای چپ است. اینا فروعی است که آیا از آیه باید استنباط کرد یا از روایات. از آیه حد اکثر این استفاده می شود که اگر کسی خواست نماز بخواند اولین وظیفه او غسل وجه صورت شستن، برای اینکه او رو با فا عطف کرده، فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. اما آیا بعد از غسل صورت شستن دست هاست یا مسح کردن هاست، اون را نمیتوان از آیه استفاده کرد مگر از صرف ترتیب ذکری. ترتیب ذکری هم که ترتیب فقهی رو به همراه ندارد، که انسان حکم فقهی رو بخواد از این ترتیب ذکری دست بیاورد. مطلع بعدان است که فرمود فاغسلوا وجوهکم، مقدار وجه را بیان نفرمود و کیفیت غسل وجه را بیان نفرمود. حالا مقدار وجه را ما بگوییم اونچه که عرفاً میگوین صورت در روبروی انسان قرار بگیرد، حالا حد شرعی هم برای او ذکر کردن، مثلا اون مقداری که
انگشت ابهام و وسطا او را زیر پوشش دارد. اما حالا قصر باید از بالا به پایین باشد و از پایین به بالا کافی نیست، یا عرضن کافی نیست، حتما باید طولی باشد. اینا را باید که از جای دیگر استفاده کرد، یعنی از روایات استفاده کرد، وگرنه آیه ندارد که از بالا بشورید. این در باره غسل وجه. و اما شستن دست، فرمود و ایدیکم الی المرافق، برای این ید حدی ذکر فرمود که تا آرنج، چون ید هم در تیمم مکره است هم در قطع ید سارق مکره است هم در مسئله وضوء مکره است هم در موارد دیگر. اونها که به روایات اهل بیت علیهم السلام پناه نبرده بودن و افراطی حکم میکردن، نظیر خوارج، اینا میگفتن به این که آیه سوره مائده که دارد و سارق و سارق فقط و ایدیه هما، اینا دست دوز را از دوش قطع میکردن، میگفتن دست تا اونجاست، روی افراطگریش. در حالی که قطع ید سارق بار اول از همین انگشتا و اصول اصابه است. خب پس ید گاهی همین بیخ انگشت هاست، فقط و ایدیه هما، این یکی. گاهی زند و مچ است، نظیر همین ید که در باب تیمم آمده که فرمود اگر آب نداشتید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، ید در باب تیمم تا همین مچ دست است، ید در باب وضو تا مرفق و آرنج است. خب این حدود را باید که ذات اقدس اله مشخص کند، وسیله اهل بیت هم به ما بفهماند. این که فرمود و ایدیکم الی المرافق، مشخص شد که بالاتر از مرفق نیست. اما خود آرنج و مرفق هم داخل است یا نه، این یه بحث است. به کیفیت غسل، آیا از بالاست به پایین یا از پایین به بالاست یا هر دو قسمش جایز است، یه بحث دوم. اما این که فرمود و ایدیکم الی المرافق، معلوم می شود که بالاتر از آرنج لازم نیست، اما خود مرفق را باید شست یا نه، این مربوط به قرائن خارجی است. گاهی غایت دافعه در مقیاست طبق قرائن خارجیه، گاهی هم خارج است. از صرف آیه نمیتوان استفاده کرد که مرفق هم داخل است و آرنج هم باید شست. گاهی غایت یعنی بعد از کلمه الی و حتی داخل در حکم است، مثل که همون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این الى المسجد الاقصى نه یعنی تا اول مسجد الاقصى، که تو مسجد الاقصى نرفته باشد، اینطور که نیست، بلکه خود مسجد هم داخل است، برای که تو مسجد الاقصى اون نماز جماعت را رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اقتدای انبیای دیگر برگزار کرد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که این مسجد الاقصى هم داخل است. گاهی بعد از الا داخل در حکم نیست، یعنی غایت داخل در مقیا نیست، مثل که فرمود ثم اتم الصیام الى اللیل. خب همین اول شب که فرا رسید جای افطار است، لیل که دیگر داخل در ظرف روزه نیست. یا اگر کسی بدهکار بود، طلبکار، باید به او مهلت بدهد، فنظرتون، یعنی باید منتظر بشود الی میسرتون. همین که این شخص برای او میسور شد، در اولین لحظه امکان باید دینش بپردازد. نباید گفت که این غایت هم داخل در مقیاست، یعنی مدتی هم به اون مهلت بدید بعد از اینکه حالا برش میسور است. پس طبق شواهد خارجی، گاهی غایت داخل در مقیاست،
نظیر سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. گاهی خارج از مقیاس، نظیر سمعت مسیام الى لیل یا فنظیرت الى میسره و ماننده. و ایدیکم الى المرافق، این مرفق خارج است یا داخل؟ این رو باید روایات مشخص کرد. این مطلب گاهی از باب مقدمه وجودی یا مقدمه علمی، چون تا مرفق باید شسته بشود ما نمیدانیم که به اون حد رسیدیم یا نه، مقداری از مرفق را برای اینکه مقدمه علمی حاصل بشود یا احیانا در بعضی از موارد اگر شستن اون حد توقف داشت بر غسل مقداری از مرفق که بشود مقدمه وجودی نه مقدمه علمی، اونجا هم لازم است. مقدمه علمی مثل این که انسان قبله را نمیداند، میگن به چهار طرف نماز بخوان تا علم پیدا کنی. این چهار تا نماز خوندن مقدمه علمیه است تا نمازگزار علم پیدا کند که به طرف قبله نماز خونده. این مقدمه وجودیه نیست، مقدمه علمیه است. یعنی به طرف قبله نماز خوندن متوقف نیست برای اینکه انسان چهار طرف نماز بخواند، ولی شما اگر خواستید علم پیدا کنید، احراز کنید که به قبله نماز خوندید، با چهار طرف نماز بخونید. گاهی هم در اثر مبهم بودن اون حد خارجی آن است که اگر کسی بخواهد به اون حد عمل بکند، این وجودن متوقف است بر اینکه مقداری اضافه بیاورد تا اینکه اون حد مشخص بشود، تحقق وجودی پیدا کند. بر تقدیر بین مقدمه وجودی و مقدمه علمی فرق است. حالا در بحث مرفق ممکن است بعضی ها بگویند که شستن مقداری از مرفق به عنوان مقدمه احراز وجودی یا مقدمه علمی لازم است، ولی اون برخلاف این است که غایت داخل در مقیاس. غایت داخل در مقیا باشد یعنی مرفق هم باید شسته بشود به عنوان ذل مقدمه نه به عنوان مقدمه، ولی اگر غایت داخل در مقیا نباشد شستن مرفق واجب نیست. لکن احراز غسل اون مقدار واجب یا تحقق شستن اون مقدار واجب موقوف است بر این که انسان آرنج را هم بشوید. بر تقدیر مقدم بودن یه مطلب است و داخل در مقیا بودن یه مطلب دیگر است. مطلب بعدی آن است که در باره غسل وجه هیچ ندارد که از بالا بشورید یا از پایین، او رو باید نفس خاص مشخص کند و سیره اهل بیت علیهم السلام چنین که مشخص کرد. ولی آیا ظاهر آیه این است که دست را تا مرفق بشورید یعنی از پایین به بالا بشورید که اول از سرانگشتان شروع بکنید تا به آرنج که در بین اهل سنت مرسوم است، یا نه از بالا شروع بکنید؟ باید دید که این علل مرافق متعلق به چیست، محواسته است برای چی؟ آیا این علل مرافق مفعول واسطه است برای اغسلو که غایت غسل است، یعنی بشویید تا مرفق؟ این حق با اونهاست که ظاهر آیان است که غسل پایانش آرنج است، ولی اگر این علل مرافق به اغسلو که از او فاصله دارد متعلق نبود، به ایدی متعلق بود که به اون نزدیک است و معناش این بود که تا آرنج دستتون را بشویید، نه بشویید تا آرنج، بلکه تا آرنج دستتون را بشویید. این غایت مقصول است نه غایت قصد. مثل اینکه یک کارفرما به کارگزار میگوید این مسجد را تا فرون قسمت ستون را فرش کن یا شستشو کن، رفت و رو کن. این که میگوید تا فرون قسمت را تمیز کن، این غایت اون مقصول است نه غایت قصد. نگفت از اینجا شروع کن تا اونجا،
گفت تا اونجا رو بشو. حالا از کجا باید شروع بکنی؟ این در اختیار خود او قرار میدهد یا از راه دیگر بیان میکند؟ غرض آن است که یه وقت غسل محدود است، آن است که ما در تعبیر فارسی میگوییم بشوی تا اونجا، یه وقت مغسول محدود است نه غسل، میگوییم تا اونجا را بشوی. تو تعبیرات فارسی ما هم دو جور است، تو تعبیرات عربی هم دو جور. اگر آیه مفادش این باشد که بشوی تا اونجا، که این الالمرافق متعلق به اغسلو باشد، محل واسطه برای اغسلو باشد، غایت غسل باشد، ظاهرش این است که پایان غسل آرنج است، قهران از سرانگشت باز شروع بشود. ولی اگر ظاهرش این باشد که تا آرنج را بشویید، نه بشویید تا آرنج، تا آرنج دستتون را بشویید، این اغسلو مقید نیست، اون ید مقید است، اون مغسول مقید است. اگر این چنین شد، چنین که تعبیرات عرفی هم همین است، کیفیت انتخاب را یا به عهده خود امتثال کننده می گذارم یا از دلیل خارج باید فهمید. پس اگر کسی به یک رنگکار بگوید این دیوار شرقی مسجد را تا اون قسمت دیوار را رنگ کن، معناش نیست که اول از اینجا شروع کن تا اونجا، چه اگر بگوید رنگ کن تا اونجا، که این تا اونجا قید فعل او باشد، معنیش نیست که اول از اینجا باید شروع بکنه که این زودتر خوش بشه مثلا. اما اگر بگوید تا اونجا رو رنگ کن، این 5 متر رنگ کن، خب حالا از هر جای خواستی رنگ کن، از هر جای خواستی شروع کن. پس اگر بگوید رنگ کن تا اونجا، دستورش این است که اول باید از اینجا شروع بشه. اما اگر بگوید این 5 متر رنگ کن، تا اونجا را رنگ کن، که اون مسبوق یعنی اون که سبقه میپذیرد و رنگ میپذیرد، او محدود و مقید است، نه سبق و رنگ کردن باید او مختاره. نه دیگر، اگر مقصول باشد مثل این که شما به کارگر میگویید تا اونجا را بروف، نه معنیش اینه که شما از اینجا رفت رو شروع کن جارو کن. اگر مسئول شهرداری به اون پیک بهداشتش بگوید فرون خیابان تا چهار راه را تمیز کن، نه تمیز کن تا چهار راه، میگوید تا چهار راه را تمیز کن. حالا خواه از چهار راه شروع کند، خواه از اول خیابان شروع کند، نه مطلق نه مجمل، اجمال نیست، اطلاق است. آیه ظهوری ندارد که غایت غسل است. تا اونها بگویند ظاهر قرآن این است که وضو را باید از پایین شروع کرد، آیه چون ظهور ندارد به وسیله اهل بیت که مبیناً باید روشن بشود. اگر آیه ظهوری بیداشت که باید غسل از سرانگشتان شروع بشود تا رنج، اونها می توانستن بگوین ظاهر آیه این است که ما از سرانگشت شروع بکنیم تا رنج، و روایات برخلاف آیه است. نه اصلا آیه در هیچ کدام از اینها ظهور ندارد. اگر الالمرافق متعلق باشد به اغسلو، مفهوم واسطه باشد برای اغسلو، این غسل مقید است، یعنی بشویید تا آرنج، قهرن باید از سرانگشت شروع بشود و به آرنج ختم بشود، چه این که اون آیون میگن. ولی اگر مال عیدی باشد نه مال اغسلو، یعنی تا آرنج دستتون را بشویید، حالا از کجا شروع بکنم؟ این را یا به اطلاق میگذارم
یا اگر مقید است به نصوص خاصه تقیید می شود یا به غریزه و فطرت مردم. خب شما اگر به دیگری خواستید دستتون رو بشوید، هیچ که دستش که از پایین به بالا نمی شود که، همیشه دست از بالا پایین می شود دیگه. شستن دست همیشه از بالا و پایینه. یا به فطرت و غریزه عرف ارجاع می شود که از بالا به پایینه، یا به نصوص اهل بیت علیهم السلام است که از بالا به پایینه. در از آن است که از آیه چنین استنباط نمی شود که باید غسل و شستن در هنگام وضوع از سرانگشت شروع بشود و به آرنج ختم شود. متعلق بخواد این که ما میگیم تا آرنج دستتون رو بشویید، این تعبیر عرفیست دیگه، تا این قسمت سرتون رو وقتی که احتیاج داشتید به حنا حنا بمالید، این تعبیرات عرفیست. یک کسی به پزشک مراجعه میکند، میگد من پام درد میکند، میگد تا فلون قسمت پا رو روغن بمال، یعنی از پایین به بالا یا از بالا به پایین. این تعبیر روزانه ماست. حالا به این تعبیر روزانه که رسیدیم تردید نمی کنیم، اونجا که رسیدیم تردید میکنیم. از همون آیه ما باید آیه را در فضای فهم عرف بگیریم. ما ببینیم شب و روز مردم اینجور حرف میزنن، به طبیب مراجعه میکنند من پام درد میکند، میاد تا اونجا رو روغن بمال، خب یعنی از پایین به بالا. سرم درد میکند، میگه تا اونجا سرت رو حنا بمال، یعنی از پایین به بالا. تا اونجا دست پانسمان بکن، یعنی از پایین به بالا. این غایت مقصول بودن یه امر محاوره ایست، یه چیز خلاف عادت نیست. همین نه، شما ببینید در این تعبیرات روزانه چجور میفهمیم، اونگاه ببینید در خدمت قرآن. ما در تعبیرات روزانه این چنینیم که گاهی این کلمه غایت مال فعل است، گاهی مال متعلق فعل، گاهی میگوین از اینجا شروع بکن، این یک، گاهی میگوین این محدوده را انجام بده. مثل همه مثالهایی که ما زدیم در این مثالها، اگر پزشکی به بیمار بگوید تا فلان قسمت پا را روغن بمال، یعنی از پایین شروع بکن، یا منظور آن است که اون مقداری که روغن میمالی اون مقدار محدود است، این بیان اون مقدار مدهود است نه مقدار تدهین. اون مقداری که میخوای دهن مالی کنی اون محدوده، نه اینکه شما روغن مالی را باید از پایین شروع بکنی یا از بالا. پس تعبیرات روزانه مردم هم همینه. انسان به بچهش در داخل منزل میگوید که تا فلون قسمت را برو، مسئول شهرداری به پیک بهداشت میگوید تا فلون قسمت چهارراه را تو تنظیف بکن. خب این حرف روزانه است. نه، چه عرب چه عجم، باید ببینیم چه جور حرف میزنن. میرون دو جور حرف میزنن، یه وقت از که فعل را مقید میکنن، یه وقت از متعلق فعل را مقید میکنن. اگر متعلق فعل مقید شد که تعبیرات رایج فراوان است، نمیشود گفت ظاهر آیه این است که ما در هنگام وضوع از پایین به بالا شروع بکنیم که اهل سنت میگن. نه، ظاهر قرآن این نیست. حالا اگر ظاهر قرآن این نشد میشه مطلق، اگر مطلق شد دلیل خاص نداشتیم به اطلاق عمل بشود، دلیل خاص داشتیم کما هو الحق که سنت و سیرت اهل بیت علیهم السلام است، مشخص کرد که از بالا باز پایین شروع شود. الحمدلله رب العالمین.